درود خدمت دوستان اندیکاتور دیگه که میخوایم آموزش بدیم اندیکاتور ATR هستش اندیکاتور ATR در واقع به عنوان میانگین محدوده واقعی نیست شناخته میشه که نخستین بار توسط ولز وایدر در سال 1978 ساخته شد و از جمله اندیکاتورهای نوسانگیر به شمار میره که از آن برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده میشه این اندیکاتور برای بازارهایی که نوسانات شدیدی دارن مناسبه من توی چارت هم بعدا به شما نشون بدم بیشتر رو نشون میده اصلا روندو نمیتونه نشون بده بعضی وقتا مثلا خود اندیکاتور ایتیه داره سعودی حرکت میکنه ولی مثلا خود چارت داره نزولی حرکت میکنه یعنی در خلاف جهت هم دارن حرکت میکنه هم دلیل نمیتونه نوساناتو نشون بده حالا منظور از همون نوسان یا مومنتوم چیه نوسان فکر کنم خیلی هم گیز این اسلاید رو به خاطر اینکه تفاوت این دوتا رو به شما بگم نوسان هنگامی که از نوسان حرف می زنیم در مورد قدرت روند و جهت آن صحبتی نمی کنیم و به بررسیش نمی و تنها تغییرات قیمتیش مورد بررسی قرار می گیره دقیقا کاری که میخواد این اندیکاتور انجام بده اصلا کاری نداره به قدرت روند و جهتش فقط میخواد ببینه که چقدر قیمت تغییر کرده به عبارت دیگر زمانی که قیمت از نیانگین قیمت بیشتر یا کمتر بشه میگوییم نوسان اتفاق افتاده و شاهد کندلهای سعودی و نزولی شدیدی در کنار هم خواهیم بود مومنتوم چیه مومنتوم همون شتاب رونده برعکس نوسان عمل میکنه و قدرت روند رو میخواد به همراه جهتش نشون بده به عنوان مثال انمودارایی که شتاب روند یا مومنتوم بالایی دارن. کندل بیشتر سعودیه و یا نزولیه در واقع مومنتوم بالا نشاندهنده دهند بالا دهنده وجود یک روند صعودی یا نزولی قوی در نموداره میگن با یک کندل مومنتوم اینو شیکون رفت سمت بالا یعنی با یک کندل سعودی قوی با یک حالت خیلی قوی با یک روند خیلی قوی به سمت بالا شیکون مومنتوم منظورشون به این شکله یعنی به صورت مومنتوم داره بازار حرکت میکنه به سمت بالا یعنی با یک قدرت قوی با یک حالت روند دار داره حرکت میکنه نوسان هم که مشخص دیگه یعنی مثلا کاری با قیمت نداره که داره کاری با روند نداره که بخواد بالا حرکت کنه به شدت یا بخواد به سمت پایین حرکت کنه با جهتش اصلا کار نداره ولی با اون قیمت کار داره میخواد ببینه که تغییرات قیمتی که ما داریم انجام میدیم برای اون نمودار چقدره چقدر قیمت تغییر کرده که دقیقا کاری که ای تی آره هم که انجام میده به همین شکله نوسان بیانگر پس در واقع تغییرات قیمتی در مقایسه با میانگین قیمت توی باز زمانیه اما مومنتوم ناظر بر قدرت و جهت حرکت رونده و بیانگر روند سعودی و یا نزولی قدرتمنده بخوایم فرمول محاسبه اندیکاتور ATR رو بگیم ما اصلا فرمول میخواستیم بگیم و این هم چون که در واقع یه خورده مرتبط بود با اون چیزی که ما میخواستیم به دستین یعنی در واقع مفهوم و بهتر به ما میرسون فرمولش رو باز آوردم اگر نیازی به فرمول نبود میخواستیم یک راست بریم سر اصل مطلب که دوباره من این برای توضیحاتی که بیشتر به شما بدیم برای محسوم اندیکاتور در واقع ATR نیاز داریم به چی؟ به محدوده واقعی قیمت محدوده واقعی قیمت همون TR که اینجا داره محاسبه میشه که برای محاسبش نیاز داریم به بالاترین قیمت پایین ترین قیمت یا اینایی که ویرگول و اینش گذاشته یا یعنی در واقع یا این باشه یا این باشه یا این باشه ماکسیموم حالا اینا هر کدومشون که بیشترین بود به عنوان محدوده قیمتمون در واقع انتخاب میشه پس میشه ماکسیموم های من های لو های من های بسته شدن دوره قبلش دوره زمانی که نوشته شده همه چیزا رو نوشتم قیمت بسته شدن دوره زمانی مثلا ما دور زمانیمون حالا 5 روزه در روز الان میگیم مشخصه 14 روزه به طور پیش فرضه 14 روزه رو انتخاب میکنه یا لاومن های کلوز 14 روزه قبلش میکنه هر کدوم که بیشتر بود به عنوان بازه انتخاب میکنه ما دنبال بیشترین بازه هستیم دیگه اصلا محدید واقعی رو میخوایم به دست بیاریم بیشترین محدودی که میتونیم به دست بیاریم از طریق این ستا فرمول به دست میادش یا هایومنهای لاو میکنیم یا هایومن های بسته شدن در واقع قیمت بسته دورهای زمانی قبل می کنیم یا لو و منهای کلوزش می کنیم وقتی که تی آر رو به دست میاریم ما باید میانگین بگیریم این حرکت این زیگمایی که اینجا می بینید این که اینجا می بینید منظورش حد جمعه یعنی مجموع می از یک تا هر دوره که ما می خواهیم آی از یک تا ان یعنی از یک تا مثلا 14 دوره که ما گفتیم که پیش ورز ای تی آر دوره است حالا 7 تا 14 دوره به صورت سیستم معاملاتی مورد نظر پیشنهاد داده میشه که به نتایج بهتری داره هفته چهارده میگه این تا چهارده رو میاد اینجا برای ما جمع میکنه گفتیم که ما تی رو به دست میاریم تی به دست آورده شد محدوده واقعی به دست آورده شد ما میام که این فرمول قرار میدیم میانگینش به دست بیاد ای تی آر به دست میاد این دقیقا کار میانگین رو انجام میده میگه ما مثلا 14 تا دوره میخوایم 14 تا دوره رو تیارش رو با هم جمع میکنیم مثلا یکی تیار شده سی یکی دوباره شده چهل یکی شده پنجا یکی شده شهست یکی شده هفتاد یکی دوباره شده سی این چهارده تا رو با هم جمع میکنیم تیارشو تقسیم برای چند میکنیم گفتیم چهارده است دیگه تقسیم بعد چهارده میکنیم کار میانگین چهارده تا درس داریم نمره داریم ریاضی فیزیک هر کدومشون محدود قیمتی خاص خودشو دارن این درس رو با هم جمع میکنیم یکی شده چهارده یکی شده درسش شده شده دیوده. این اعداد این اعداد این در واقع نمره ها رو جمع کردیم تقسیم بر تعداد کل درس ها میکنیم. میکنیم یه میانگین ساده میگیریم میشه ATR در اینجا جلسه بعد میپردازیم میریم داخل خود چارت و تنظیماتش رو مشاهده میکنیم ببینیم اصلا چه کاربردی داره و آیا تو بازار خارج بهتر به ما میتونه بازدهی بده یا بازار داخلی امیدوارم که این آموزش های استفاده رو برده باشید و رو موفق باشید